سردار پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اسلامی ایران در سخنانی در مراسم موسوم به هفته دفاع مقدس گفت بی ارزگی رهبران جمهوری اسلامی در اداره کشور و نارضایتی مردم از آنان به دلیل دوری رهبران جمهوری اسلامی از سنت های الهی است او گفت که اگر جمهوری اسلامی هنوز به حیات خود ادامه می دهد فقط نتیجه اتکا و اعتماد به سنت های الهی در بره های مختلف به خصوص در دوره جنگ هشت ساله ایران و عراق بوده است. وی سپس تاکید کرد که اگر شاهد بی ارزگی در اداره کشور و ناراحتی مردم هستیم به این دلیل است که به سنت های الهی پوش کرده این و در اقتصاد، سیاست، روابط اداری و مدیریت کشور میخواهیم زمینی عمل کنیم برای غلبه بر بی ارزگی در اداره کشور محمد باقر قالیباف از مقامات جمهوری اسلامی و به ویژه کسانی که به گفته او اندیشه غربی و وادادگی در مقابل غرب را در ذهن دارند خاص که در اقتصاد هم همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس به سنت های الهی عمل کنند و بدانند که در محیطی آکنده از دروغ ریا و ربا خدا به هیچ کس وعدی پیروزی نداده است قالیباف گفت که مدیران و مقامات جمهوری اسلامی امروز نیز باید شبیه رزمندگان شلمچه آسمانی باشند تا بتوانند مشکلات را حل کنند محمد باقر قالیباف اولین سردار شهردار پایتخت و اکنون اولین سردار رئیس مجلس شورای اسلامی است و از او به عنوان فاسدترین سردار سپاهی در ایران یاد می کنند. اولین پرونده فساد اقتصادی قالیباف در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و به دلیل رابطه او با قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت مطرح شد. حسن روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی سال 96 اعتراف کرد که این پرونده در شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شد ولی او مردانگی کرد و جلوی به جریان افتادنش را گرفت. عیسی شریفی مقام قالیباف در شهرداری تهران به دلیل جرائم بزرگ فساد اقتصادی بازداشت و زندانی شد بیان که خود شهردار محمد باقر قاریباف از سوی دستگاه غذایی احضار شود یا شار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز فاش کرد که محمد باقر غاریباف خانه ها و املاک نجومی به قیمتهای بسیار نازل به اطرافیانش واگذار کرد و در دوره ریاست وی بر شهرداری تهران تخلفات گستردهای در بانک های شهر و سرمایه صورت گرفت شهردار سابق تهران در یک قلم 60 میلیارد تومان پول به مؤسسه خیریه امام رضا که یکی از مدیرانش همسرش زهرا مشیر بود پول داد و این همه به غیر از فسادهای گسترده اقتصادی است که توسط فرزند وی الیاس قالیباف صورت گرفته است